تلویزیون فاکس نیوز در گزارشی تحت عنوان خطوط هوایی ترور اعلام کرد گزارش جدید منتشر شده توسط گروه اپوزیسیون ایران میگوید بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران ماهانیر توسط سپاه پاسداران و نیروی قدس آن اداره می شود فاکس نیوز افزود گزارش جدید منتشر شده توسط شورای ملی مقاومت ایران میگوید که این شرکت هواپیمایی به اصطلاح خصوصی به عنوان یک ابزار برای سیاستهای توسعه طلبانه رژیم ایران عمل می کند رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه گذشته سپاه پاسداران را به خاطر حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار داد. فاکس نیوز اضافه کرد این گزارش نقش مهمی را که ماهان ایر همراه با دیگر شرکت های حمل و نقل رژیم ایران در دخالت این رژیم در کشورهای منطقه از جمله انتقال پرسنل و تدارکات برای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن بازی می کند، توضیح می دهد. فاکس نیوز در ادامه این گزارش افزود طبق این گزارش از سال 2017 ماهانر شامل 62 هواپیمای مسافربری و پرواز تجاری به 41 مقصد در 24 کشور در سه قاره است. مهمترین مقصد شامل پاریس، میلان و مونیخ در اروپا و دیگر مناطق در آسیا و آفریقا است. یعنی جایی که شرکت های خط مقدم برای دور زدن تحریم ها ایجاد شدند. سونا سمسامی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن دی سی به فاکس نیوز گفت که ماهانر نیروها، تدارکات و اسلحه برای سپاه پاسداران و حزب الله را بین ایران، سوریه و لبنان حمل می کند. این شرکت هواپیمایی در شش سال گذشته در طول جنگ در سوریه برای چنین حملاتی نقش مهمی ایفا کرده است. به گزارش فاکس نیوز، امانوئل اوتولنگی، متخصص های رژیم ایران و بخش حمل و نقل آن با اشاره به رابطه قاسم سلیمانی سرکده نیروی تروریستی قدس با حمید عرب نژاد خانوکی رئیس شرکت ماهان خواستار تحریم یا جریمه فرودگاه های محل پرواز هواپیماهای های ماهانر به مقصد سوریه شرکت هایی که برای ماهانر سوخت تهیه می کنند و همچنین بانک هایی در اروپا که انجام معاملات ماهانر را عملی می کنند گردید.